میهن من، ای فدایت تان بکن من، پرفهار تر از سر گوهر، خود بار که تو بطن من، سرفراز باشی میهن من، ای فدایت تان بکن من، پرفهار تر از سر گوهر، خود بار که تو بطن من. سلام مخصوص بر بینندگان محترم، من خیلی معذرت میخوام، پوزش میطلبم از تمام شما که روزهای دوشنبه تشریف میارید و منتظر هستید که ما خدمتتون برسیم. ما هم تمام هفته رو سعی میکنیم که اطلاعاتی جمع‌آوری بکنیم و بیاییم خدمت شما. متاسفانه بعضی وقتا این سیستم های جدید، حالا بنا به دلایلی که تحت اختیار ما نیست، یک چوب لاچرخ میندازن و ما چرخ عوضی که درست راوره کج و کله میره و نمیتونیم خدمتتون برسیم. ما سعی کردیم در این دو روز با همکاری و کمک دوست عزیز آقای سروی این مسائل رو برطرف بکنیم و امروز خدمتتون زنده حاضر شدیم. البته زنده به معنی این هستش که این برنامه در حال پخش هست همین الانه و هر کسی در هر جای دنیا باشه به مردم تیوی برید، مردم تیوی بزنید، اونجا این صحبتهای ما رو زنده میتونید ببینید و تلفن ما باز هست. طبق معمول از اون دقیقه که ما شروع میکنیم برای صحبت تلفنمون باز هست و اجازه بدید که من مطمئن بشم که این باز هست و میتونید زنگ بزنید و اطلاعات و صحبتهای خودتون رو کجا رفت؟ ببخشید کجا رفت؟ بله شماره مونم هست، تلفن من بازه، همین دارم نگاه میکنم. شماره مونم خیلی سرراسته، 202 که مال همین منطقه خودمون مال شهر واشنگتن باشه، بر 753 خط افقی، خط مایل، خط مایل 9933. بس شد 202 753 9933 میتونید به خاطر بسپرید و لطف فرمایید زنگ بزنید. مطلبی دارید که با همه بتونیم صحبت کنیم. هفته های پیش شخصی از اروپا زنگ زدن، شخصی از کالیفرنیا زنگ زدن، شخصی از محل خودمون زنگ زدن و صحبت هایی با هم کردیم. در ضمن راجع به این صحبت ها دوستان به ما یک مقدار چیز انتقاد کردن، انتقاد خیلی مثبت کردن و گفتن چون شما به عنوان مهماندار برنامه ضیافت گفتگو هستید، از خودتون نباید هیچ نظریه‌ای بدید. و البته خب این وارد هست برای اونهایی که در شبکه‌های مختلف هستن و فقط مجری برنامه هستن که از اطراف مختلف همه بیان صحبت بکنن
و این شخصی که مجری برنامه هست خیلی کم از خودش ممکنه مثلا یه چیزهایی بگه، ولی خب برنامه ما اونطوری نیستش. ما از هیچ جایی از لحاظ مالی یا از لحاظ اطلاعاتی یا از لحاظ هر چیزی که بخواید به ما کسی چیزی نمیده. ما همه این چیزها رو جمع‌آوری میکنیم، از مطبوعات جمع‌آوری میکنیم، از محلهایی که اینجا نزدیک خودمون هست جمع‌آوری میکنیم، همه رو میذاریم توی یه چیز، نظر خودمون رو راجع به این چیزها میگیم. و نظر خود ما به معنی حرف آخر نیست، یعنی ما انقدر چیز نداریم، یعنی انقدر قدرتی رو نداریم که بگیم این حرف ما درسته. نه، این نظریه یک شخصه و در این کره خاکی در حدود 7.5 میلیارد جمعیت هستن که ممکنه نظرهاشون با هم یه فرق بکنه. نه تنها اون، حتی حرفی که اینجور زده میشه به گوش شما بینندگان محترم میرسه، برداشت شما و برداشت کسای دیگه ممکنه با هم یه فرق داشته باشه. این هستش که ما به هیچ عنوان اینجا نیومدیم بگیم که این حرف همین حرفه، یا قبول کنید یا نکنید، همچین صحبتهایی نیست. نظر خودمونو میدیم، البته چون بالاخره زحمت میکشیم، یه چه پول مختصری میدیم دوست عزیزی که این برنامه ها رو پخش میکنن، فکر میکنیم حق داریم که اقلا نظر خودمونو بگیم و شما میتونید نظر خودتون رو بگید و ما هیچ وقت از هیچ کدوم از شما تقاضای چیزی هم نکردیم که آقا میایید تو برنامه یه دلار بده بیا. من هیچ وقت همچی حرفی نزدم. اگر کسی خواست همچی کاری بکنه، مستقیم به مرکز که به نام مردم تیوی هست میتونید هر چیزی میخواید اونجا بدید، فقط یک چیز کوچولو بگید که این برای مثلا برنامه آقای اجلالی هستش، فقط همین. یعنی ما به هیچ وجه نگاه نمی کنیم که شما یه چیزی به ما بفرستید و این یک خدمتی هستش که من فکر میکنم به عهده خود گرفتم که حالا که در امریکا زندگی میکنم بتونم از این طریق بعضی چیزها رو که به نظرم امکانن درست میاد در این برنامه بگم. و خوشحالم که شما امروز در این ضیافت گفتگو شرکت کردید. در ضمن برنامه ما اسمش از ضیافت گفتگو، فقط این یه طرفه نیستش که بنده فقط میشینم اینجا صحبت کنم و شما گوش کنید. نه، این برنامه برنامه شماست. بارها هم گفتیم که ما میاییم آب و جارو میکنیم، جارو میکنیم، آب میپاشیم، در مغازه رو وا میکنیم و این برنامه در اختیار همتون هست و ما امیدواریم که با همدستی و همکاری و همدلی ما بتونیم یه دنیای بهتری برای خودمون، که برای من یکی که دیگه بیشترش گذشته، برای شما جوانهایی که صدای ما رو میشنوید یا بقیه اولادهاتون یا نوهاتون یا نتیجهاتون، دنیای بهتری بگذاریم و بریم. چون چیزی که داریم میبینیم در حال حاضر زیاد دلگرم کننده نیست. یعنی طوری شده که اونهایی که زور دستشون هست حتی حاضر نیستن یک ذره مثقال گوشت به استخونتون باشه، اونم میخوان بکنن و ببرن که فقط یه استخون تنها باشه. اون استخون تنها رو هم برای چی گذاشتن؟ که بتونی چرخ رو بچرخون. اگه استخونم بشکنن چرخ وای میسته، چرخ که باشد همه اینا میریزن ازش. یعنی چرخ باید بچرخه، طوری باید به چرخ کسی اصلا نا نداشته باشه که بگه آقا این چرخو من چرا دارم میچرخونم، نا نداشته باشه که نگاه کنه بگه آقا خوب چه خبره. یعنی مجبورش میکنن، طوری تو باتلاق فرو میکنن که این فقط دست و پا میزنه که از باتلاق بیاد بیرون. در این دست و پا زدنه که چرخ میچرخه، وگرنه چرخ وای میسته. چرخ هم که وایساد همونا که بهش چسبیدن مثل موش و چیز میریزن پایین، یعنی دیگه مونم از بین. این هفته که گذشت و هفته پیش هم که گذشت اتفاقاتی در تمام دنیا رخ داد که از این ما چند تا نکته کوچیکش رو جمع کردیم اینجا که باهاتون صحبت کنیم. یه مقدارم اطلاعات راجع به اتفاقاتی هست که در داخل ایران داره صورت میگیره، مخصوصا در راستا و در چیزی که به این گزارش یا این توافق هم نمیگن، اینا میگن نقشه انجام همکاری برای نیروی اتمی ایران بهش میگن.
موافقت نامه نیست، این چیز نقشه کاره، مثلا نقشه راهه، و این هم نقشه کلی هست، joint plan of action هست، یعنی من و شما با هم دیگه یک چیزی میرسیم که من این کار رو میکنم، شما اون کار رو میکنید، یکی این کار رو میکنه، اون یکی اون کار رو میکنه. منتها امریکا و همدستای خودش که اینا به هیچ وجه در دلشون کوچکترین ذره محبت به جمهوری اسلامی ایران ندارن، یک ذره محبت به مردم ایران ندارن، فقط میخوان مردم ایران هم اسیر کنن، همونطور که مردم خودشون رو اسیر کردن که بریزن توی باتلاق و اینا دست و پا بزنن که چرخ اینا به چرخه. و اینا اومدن گفتن بله ما قرار فلان کار رو بکنیم، شما قرار فلان کار رو بکنید، ولی شما قبلا باید این کار رو بکنید. و این شخص هم بگه بله این کار انجام شده، اون وقت ما فکر میکنیم ببینیم چطوری کاری که ما قول دادیم انجام بدیم. و هنوز مرکب تمام اینو خوش نشده، چند روز پیشا نخست وزیر افرادی که سرزمین های فلسطین رو غصب کردن و مردم اونجا رو دارن میکشن، ایشون اومدن به امریکا و رفتن به کاخ سفید و اولین نتیجه کار این ملاقات های این بوده که آقای اوباما هر تحریمی بوده، هر چیزی بوده، یک سال دیگه اونم باز تمدید کرده. خب حالا ما اینو بارها گفتیم، شما وقتی که زور نداری، وقتی که استطاعتشو نداری، وقتی که به هیچ وجه نمیتونی جلوی یه قول بیشاخ و دمو بگیری، بی خودی کردی در وا کردی که بیاد تو. حالا که در وا کردی اومده تو، وای به حالت، وای به حالت که چطوری میخوایی اینو از سر خودت باز کنی. برای کسی پنهان نیست آقای اوباما وقتی که رئیس جمهور شدن سال 2008 بود، در نوامبر 2008 ایشون انتخاب شدن. از اون زمان، از 2008 تا حالا، در یک منطقه به خصوص که به نام فلسطین هست، نزدیک به 8000 نفر رو اینا کشتن، چندین هزار نفر هم زخمی کردن که ما نمیدونیم این زخمی ها یه دستشون در رفت، شل شدن، کور شدن، نم چلاق شدن، هیچ کنن نمیدونیم، که فقط کشته شده هاشو میدونیم. از همین 8000 نفر کشته که شده، 1500 داشت یه جا کشته شد، 3500 داشت یه جای دیگه کشته شد، یه دم بین این دوتا کشته شدن. هی 8 سال صدارت یا این رئیس جمهوری آقای اوباما به نام باراک حسین اوباما جز کشتار مردم فلسطین نبوده، همزمان شکار و کشتن مسلمان ها در تمام دنیا آزاد شده. حالا فرق نمیکنه در افغانستان باشن، در پاکستان باشن، در عراق باشن، در سوریه باشن، در لبنان باشن، در یمن باشن، در لیبی باشن، در سوریه باشن، ببخشید سوریه گفتی، در مصر باشن، هر جا باشن، این برای همه جایزه که بکشیم. و در مقابل این چیزها هیچ کدوم از این مملکت ها جز جمهوری اسلامی ایران وای نستاده که بابا ما که با شما کاری نداریم، چرا شما ما رو ول نمی کنید بذارید به زندگی خودمون ادامه بدیم، ما که با کسی کاری نداریم، ما که به کسی نه تجاوز کردیم نه حمله کردیم، 300 سال 400 سال سابقه عدم تخاصم داریم، یعنی به کسی حمله نکردیم، با همه این شما ول نمی کنید، هر روز یه دسیسه ای بار میارید، هر روز یه کاری میکنید که مردم ما رو ناراضی و از کار بندازید، بیچارگوی بیگاری برای مردم ما ارمغان بیارید. برای چی؟ به اندازه کافی شما پول دارید، به اندازه کافی شما زور دارید، به اندازه کافی در تمام دنیا حاضرید. این نقشه هایی که نشون میدن مثلا در تمام دنیا پایگاه هایی که امریکا و همدستاش دارن، نگاه بکنید جای خالی نمونده تو اون منطقه. خب شما چی کار دارید با این مردم؟
شما که نرفتید اونجا به اینا کمک بکنید، رفتید اونجا به این اینا از چطوری بچلونین یه چندرغازی هم که اینا دارن ازشون بگیرید و اینا رو اسیر بکنید، نه تنها خودشون رو، بچه هاشون رو، نوه هاشون رو، نتیجه هاشون رو، همه رو اسیر سیستم خودتون بکنید، همونطور که اینجا کردید، همونطور که در امریکا کردید. خونه میخوای بخرید، بانک اینجا هست، بانک قرض میده 3% 4% بهت قرض میده، برو بخر. خونه رو که خریدی از اول ماه تا آخر ماه دل هر هره داره میریزه که این پرداختش رو من چطوری آخر ماه باید بدم، من از این کار که بیرون کردن چیکار کنم؟ وقتی رئیست به دیگه فلان کار رو فلان جور کن، جرأت نداری بگی آقا این کار اونطوری نمیشه. بله قربان همینطور هست. یعنی چی؟ چنان نوکر صفت میسازن شماها رو، تمام سیستم روی نوکری داره میچرخه. شما حق داری یه جایی که کار میکنی نظری خودتو بگی، یا حتی حق داری نشون بدی که مال یه جای دیگه هستی. به مجردی که قیافه شما رو دیدن، ریش و برش رو دیدن، جواباشون فرق میکنه. تا یه دقیقه پیش میگفت بله میشه این چی کار کرد، تا شما رو دید میگه نه ما اشتباه کردیم، اون یه نفر دیگه بودش که این حرفا رو زده و این اصلا غیر قابل انجامه. و این برنامه ادامه داره تا جایی که همه مردم، فرق نمیکنه ما ایرانی باشیم، مال هر جای دیگه باشیم، مردمی که در آمریکا دارن زندگی میکنن، این مملکت مال یه عده بخصوص نیست، مال همه است. شما این حق رو باید داشته باشید. فکر نکنید که مهمانی آوردید اومدید اینجا، نه خیر، مهمون یه روز میاد یه هفته میونه میذاره میره. بعضی از شما اقلا 30 سال اینجا هستید، 40 سال اینجا هستید. بنده خودم سال 60 اومدم، 55 سال اینجا هستم. این مملکت رو مملکت خودم میدونم. وقتی میبینم اینقدر اشراف داره میشه، منم شروع میکنم به اعتراض کردن، و اعتراض مثبت، نه که بگی فردا میرم سر فلان کس رو میشکنم برای اینکه این حرف رو زد. نه، داریم میگیم این حرفی که این شخص زد غیر منطقیه، غیر قانونیه، غیر انسانی هست که شما وارد خونه یه شخصی بشید، یه بمب آتش‌زا بندازی، همه اون مردم اون خونه رو بسوزونی، یه کودک نوزاد کوچولو هم کبابش بکنی. اینو کی میکنه همچی کاری رو؟ این کار رو کی میکنه؟ چقدر مجازات شد اون کسی که این کار رو کرد؟ آیا مجازات شدن؟ طبق معمول یه همچی خبرهایی که میشه، اینو قبلا هم ما گفتیم یک زمانی که بله، وقتی دو نفر با هم دعواشون میشه یه جایی، اونی که کتک زده، اون کسی رو که کتک زده، اون بنده خدا تحت مثلا صورتش خون اومده، نم دستش شکسته فلان، اطرافیان که نگاه میکنن همین میان جلو به این شخص میگه او چرا این کارو میکنی؟ اون شخص تا میبینه هوا پسه میگه میریم کلانتری، تا میگه میریم کلانتری، همه اونایی که اومده بودن کمک کنن به این بنده خدایی که کدک خورده بود، میگن خب این گفت میریم کلانتری، گفتم میگن کلانتری، خب بالاخره یه جایی حرف فلان فلان رسیدگی میشه. غافل از این که سیستم کلانتری نیستش که همینا رسیدگی کنن. اونهایی که تو ایران زندگی کردید، اونهایی که حتی اینجا زندگی کردید، اگر با کسی دعواتون بشه، میرن بگید برید پیش مجستریت، میگن یه کسی هستش که این اجازه جلب مردم رو داره، شما باید برید پیش او. وقتی میخواید پیش اون برید، مثلا باید 10 دقیقه رانندگی کنید، 20 دقیقه رانندگی، برید یه جایی برسید، بعد بگید من فلان کس رو میخوام ببینم. اونم از پشت بلندگوش میگه چرا، برای چی اومدی اینجا؟ مثلا اون میگه که بله من مثلا فلان کس کتک زده. میگه خب شاهد داری؟ میگه این قضیه ساعت 8 شده، حالا ساعت 10 شب، من شاهد از کجا بردارم بیارم؟ میگه بس برابری بهتر اصلا شکایت نکنی، چون ممکنه اشتباه بگی، و اگه اشتباه بگی قانون دنبالت میاد و میگه به جرم دروغگویی شما مورد مؤاخذه قرار میگیری و شما رو این کار میکنم اون کار میکنم. اون بله خدا ازش میگذره، خیلی ببخشید با اومدیم تا اینجا، میره به قول اینا گفتنی شروع میکنه
زخماشو لیست زدن که بلکه بهتر بشه. بله اینم این قانونه، این قانون هست. و اونهایی هم که خب بالاخره در صحنه بین المللی دارن آدم میکشن، اونها هم از این ردیف دارن استفاده میکنن. مخصوصا کجا؟ یه جایی به نام فلسطین. فلسطین هم تا میان یه حرفی بزنن اینا میگن اینا همشون خرابکارن، اینا آدم های درست حسابی نیستن. اینا ببین چند شب پیشا نشون میداد توی یکی از این برنامه های خبری یک زنی اصلا از قیافش هم نمیومد هیچ قدرت چیزی داشته باشه، تو کیفش، دستش تو کیفش بود، اومد نزدیک یک مرد دیدم چی گفت، چاقو در آورد. خب چاقوشو که در آورد اینطوری بزنه، خب اونم که احمق نیست وایسه جلوی این، یه قدم رفت عقب، تفنگی چیزی داشت زد این زن رو کشت. بعد میگم ببینید اینا چقدر وحشی هستن، با چاقو اومدن. خب من نمیگم که به این فلسطینی ها تفنگ بدین، هفتیر بدین، اولی که چاقو در بیاری با هفتیر بزن. خب تو چاقو رو در بیاری بخوای بزنی به کسی، خب وای نمیسته اونجا. بس بدونید ظلم پایدار نیست. هر چه قدم که ما گفتیم در برنامه که بیشتر از 8000 نفر رو در زمان آقای اوباما در منطقه فلسطین کشتن، بمب سفید شیمیایی انداختن تو سرشون، بچه های کوچیک رو کشتن، با آدم هزار یک جور ترس و وحشت، حتی عکس هایی هستش که یک دختر بچه تفنگ رو صورتش اینطوری نگه داشتن، خیس کرده خودشو. وجدان کدوم یک از شما قبول میکنه یه همچی چیزی رو؟ وجدان چه شخصی رو که وجدان داره اینو قبول میکنه که این بچه کوچولو رو چرا اینطوری کردی؟ این بزرگ میشه فکر میکنه یادش خواهد رفت، میاد دنبال شما. ما داریم میگیم بابا اگر کسی یه کار غلطی کرده، اگه نمیتونه بگه که بابا من کارم غلط بوده، خب یکی دیگه میاد از شما میگه بله این حرف رو زده، هر زمان اینطوری تموم بکنید برید. چندین سال در یه جایی به نام ایرلند یا ایرلند شمالی جنگ و دعوا بین کاتولیکا و پروتستان ها بود و هر کدوم اینها یک سازمانی داشتن که این سازمان ها به همدیگه ضربه می زدن، در کمین هم می شستن، یه نفر از این می کشتن، اونا می ریختن اینا رو می کشتن، اینا می رفتن اونا رو می کشتن. کجا همه اینا؟ در ایرلند، بغل گوش انگلیس. ما اینجا یک سناتور داشتیم، آقای میچل بود، جورج میچل، و نسبتا انسان شریفی به نظر می اومد. بعد که این سناتوریش تموم شد، دیدم چطوری شد، از کجا بهش گفتن و چیکار کردن، گفتن که ببین ایرلند حاضره یه جوری راه حلی پیدا بکنه. اینم یه فرد نسبتا خوش سیما بود و خوش صحبت بود. بعد این رفت اونجا و 4 سال 5 سال طول کشید تا با طرفین صحبت کرد و یواش 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 همه چیزو سنباده زد و نرمش کرد، اون حالت زمخ بودنش از بین برد، تا اینکه دو طرف متخاصم تونستن با همدیگه بشینن صحبت کنن و فلان کنن و بهمان کنن. انگلیسی هم که خب به نفعشون بود، این بغل گوششون یه آتیش داشت روشن شده بود و بعضی وقتا میرفتن انگلیس و این کارا رو میکردن. بالاخره اینا توافق کردن و با همدیگه کنار اومدن. خب همین آقای میچلو، نمیدونم کدوم رئیس جمهور، آقای اوباما بود یا قبل از آقای اوباما آقای بوش بود، بله یا بوش بود یا اوباما بود، فرستاد به همین منطقه فلسطین. این بنده خدا یه سال رفت اونجا، دو سال رفت اونجا، مثلی که برگشته بود گفته بود اینجا کار من نیست. چون یک طرف از لحاظ قدرت، از قدرت مالی، قدرت سیاسی، نفوذ سیاسی و قدرت حرکت کردن ممکنه 2 باشه، اون یکی 2000ه. اونی که 2000ه بیا آقا من اصلا اینا اصلا آدم نیستن، اینا نیموش پشن این دوره بر.
و ما این پشه‌ها رو میکشیم، 8000 تاش رو کشتیم، دنیا هیچی نگفته، 8000 دیگرش رو میکشیم، اینا 2 میلیون هستن، 3 میلیون اینجا هستن، اینقدر میکشیم تا اینا دست بردارن برن، یا نسلشون عوض بشه، نسلهای دیگه بیان و دیگه بخوان چیز کنن. هیچ کس هم هیچی حرفی نمیزنه. بعضی کشورهای صحبتی میکنن، تا یه حرفی زدن چکش به چه گندگی، شما میخ که میخواید بکنید تو دیوار، یه چکش هایی هست که میگن 1 پوند وزنشه، شما بخواید یه چکشی که 20 پوند وزنش هست میخو بکوبی، اصلا ضربه نمیخواه اینطوریش کنی کوبیده. و یه همچین کارهای خارج از تناسب مصرف میکنن و هیچ کس هم حرفی نمیزنه. بالاخره همه هم مشغول کار روزانه شون هستن، صبح باید یارو بلند شه بود دوه، هر جوری هست سر اینو کلا بذاره، سر اونو کلا بذاره، یکی از این بکنه، یه ذره با کنه برداره بیاره بذاره رو میز برای شامش، وقت دیگه این کارا رو نداره. ولی اونهایی که دارن نقشه میکشن، اونهایی که دارن فشار میارن این جماعت بزرگی رو که چرخ رو دارن میچرخونن، اینا از خودشون دیگه اراده ندارن، مجبور به چرخونه. از این چرخی که میچرخه 100 دلار که در اومد، 10 سنتشو میدن به بقیه، بقیه‌اشو خودشون برمی‌دارن. بس چطور شده که در این چند سال گذشته میگن هر چی درآمد بوده رفته به 0.1%، 99% هیچی ندارن و فلان ندارن و مهمان ندارن. و این هیچی نداشتن به این معنی نیستش که همه گدا باشن، نه، هر خانواده ای بالاخره یه درآمدی داره، یه کرایه خونه باید بده، بیمه ماشینشو باید بده، خرج غذاشو بده، اولاد دارن خرج اینا رو باید بده. این حال و حوصله اینو نداره که بره اونور بگه آقا من میخوام یه هواپیما داشته باشم، یه برو گم شو پیکاره، پول این چیزو بده، کرایه‌تو بده، اگه یه حرف دیگه اینطور بده این بیرون میکنی که باید بری تو خیابون بشی. یعنی زهر چشم این افراد رو چنان گرفتن که افراد دیگه حال و حوصله این حرفا رو ندارن. اونهایی هم که این کارا رو دارن میکنن روشون انقدر زیاد شده که در ملای آب دارن دزدی میکنن و اسمشون بانکای بزرگ هست. بله، یک مطلب دیگه که چند روز پیشا اومد، نمیدونم دوستان دیدن اینها رو یا ندیدن، ما امیدواریم که دیده باشید. افرادی هستن که از سومالی و سودان مثل که آوردن تو آمریکا و در یک ایالتی بین منسولا اینها اونجا مستقر شدن. شما که در آمریکا زندگی میکنید میدونید که منسولا یک ایالت شمالیه که درست زیر کانادا قرار گرفته. در اون منطقه زمستونهای خیلی شدیدی میشه، یعنی زمستون یه ماه دو ماهه نیست، ممکنه مثلا 3 ماه 4 ماه سال زمستون باشه و سرد باشه. یه بنده خدا را از سومالی برداشتن آوردن که سومالی مثلا سردترین روزش 40 درجه بوده، 40 درجه سانتیگراد بوده، آوردن یه جایی به نام 0 سانتیگراد یا 10 درجه زیر 0 سانتیگراد برفی یخ بندان که میشه. هیچ کس هم نمیگه که آخه بابا ای بشر دوستان آمریکایی، ای افرادی که سنگ به سینتون میذارید که ما بشر دوست هستیم، اینقدر شعورتون رسیده که بدبخت بیچاره رو از سومالی برداشتی آوردی کجا؟ در منسولا. چطور میشه آخه این؟ بعد چی شده؟ یه دی رفتن بالاخره اون چی میگن به تنشون مالیدن این مصیبت و یا هر چی بوده، اونجا رفتن در منسولا مثلا یه چند سالی کار کردن و فلان کردن و انقدر یکیشون پول داشته که رفته توی رستوران یه غذا بخوره. بعد سر این میزی که اینا نشسته بودن و با هم به زبان محلی مملکتی که بودن صحبت میکردن، یکی از این ور بلند شده حمله کرده به این که فارنر نم این حرف چیده، با این زبون چرا حرف میزنید، فلان و بهمان و قشقره. هیچ جا منعکس نشد، در هیچ یک از اخبار ما ندیدیم همچی چیزی رو که منعکس بشه که بله همچین شده. حالا شما اگر اسپانیایی زبان اسپانیایی بودید
و یه همچی برای سر شما می آوردن، یک شبکه تلویزیون اینتومونتو هست، همچی چیموندو هست، آبروتون رو می بردن. این آقای که میخواد رئیس جمهور بشه به نام ترامپ، آقای ترامپ مثل از دهنش در رفته بود، گفته بود یه بله بیشتر این افرادی که از اون جنوب دارن میان به طرف ما، اینا یه مشت تبهکار هستن، هم این طور هستن اون طور هستن. اینو چنان چلوندنش که تقریبا گفت من غلط کردم. ولی یک نفر نیومد بگی که آها شما که در منسودا داری زندگی میکنی به چه حق همچیز کسی اعتراض کردی؟ منسودا همون ایالتیه که یه نفر به نام جسی ونچورا اونو فرماندارش کردن، فرماندار کل ایالت کردن. و جسی ونچورا ممکنه برای شما معرف نباشه، ولی خب ایشون یکی از افرادی بودش که تو این کشتی های نمایشی که بهش میگن کچ یا کچ یا همچیزی که همدیگه رو میگیرن و میکوبن اینجا، بعد میپرن رو سینش میشینن و این طرفش میکنن اون طرف، ایشون قهرمان اون بود و اومد چند سالی شد فرماندار ایالت منسوتا و حالا یه برنامه داره یه جایی. و میخوام بگم ببینید شما حق دارید، تا موقعی که ساکت نشستید هیچ کس با شما کاری نداره، دهنتو هم واکنید درست واکنید چرا میذارن تو دهنت که خورد بشه که دین دندون نداشته باشی حرف بزنید. آگاه باشید، آگاهی خوب هست، آگاه باشید. شما که نمیخواید از کسی یه چیزی که مال او هست بدزدید، شما نمیخواید چیزی که مال شما هست کسی از شما بدزده. خب باید آگاه باشی، باید آگاه باشی که این کار نشه. بعد این چند نفر خانوم بودن، در ضمن چند نفر خانوم بودن که مورد تهاجم افراد محلی ها قرار گرفتن و در این رسانه هایی که اصلا رسانه چیزی نیستش، مثلا ما CNN داریم، الجزیره داریم، کانال 7 داریم، کانال 4 داریم، کانال 9 داریم و سیسپن داریم، اینا همش کانال های تلویزیونی که در مجموعه پخش میشه همه جا و از اینا هیچ کدومی شما ندیدیم که اینو پخش کنن که بابا هیچ کس هم بلند نشد بگه که آقا چطور شده. حالا چند روز پیشا اونایی که اطلاع داری، اونایی که در آمریکا زندگی میکنید البته اطلاع داریم که در یه جایی فکر میکنم میزوری یکی از ایالت هایی هستش که در منطقه مرکزی امریکا قرار گرفته، میدوست بهش میگن و اسمش هست میزوری، به فارسی میگی میسوری و این یک شهر بزرگی هست به نام سن لوی یا سن لوئیس که برای خاطر اون پادشاه فرانسه اسمش رو سن لوی گذاشتن و یک چیز منحنی بزرگ توی آسمون درست کردن که بهش میگن منحنی دوستی، فرندشیپ، آرک آف فرندشیپ. در اونجا یک شخصی در یکی از این دانشگاه های اون ایالت من چی شده چی نشده یه حرفی زده یا اقدامی نکرده و این اقدام برای این بوده که یه از بچه هایی که اونجا دارن دانشگاه میرن سیاه پوست هستن و چه اتفاقی افتاده چه چیزی گفته شده، این رئیس اون دانشگاه مثل این که اقدام صحیحی نکرده. بعد این دانشجوها جمع شدن با کمال گستاخی، با کمال احترام، با کمال شجاعت اون نقطه خیلی حساس این دانشگاه رو که تیم فوتبالشون بوده با خودشون همراه کردن، نه تنها تیم فوتبال ولی بقیه افرادی رو که تو این مؤسسه برای فوتبال دارن فعالیت میکنن که مؤسسه ورزشی بهش میگن اتلتیک چیزشون میشه، به اونا فشار آوردن و
چند تا از این بازی کنندگاه رو وقتی طرف خودشون کردن، مربی این تیم گفته منم با تیمم، مؤسسه ورزشی هم گفته منم با تیم و با مربی هستم. بعد که اینطوری شده، بقیه دانشگاه هم گفته بله ما فشار خودمون رو میذاریم با شما و این باید تغییر بکنه. تغییرش هم این هستش که رئیس دانشگاه باید بیاد پایین. خوب توجه کنیم، خوب توجه کنیم، کل همه قضیه 10 روز هم طول نکشید. حالا چطوری میشه که یک زمانی تقریبا 50 سال پیش یه سیاه‌پوست در آمریکا، در جنوب، در ایالت‌های جنوبی، در روز روشن نمیتونست راه بره. در روز روشن اگر راه میرفت، اتومبیل هایی که از بغلش رد میشدن از این بطری های شیشهی کوکاکولای اون زمانی انقدری بود، کوچولو بود، شیشه رو میکشتن پایین و این بطری رو به شدت میزدن به این سیاه‌پوستی که تو خیابون داشت راه میرفت، توی جاده داشت راه میرفت. اون بنده خدا با اصابت این شیشه میافتاد رو زمین، وای نمیستاد ببینه این مرد یا نمرد. اینها همونهایی هستن که حالا دارن حق خودشون رو میگیرن. همین افراد سومالی که در منسودا هستن، اگر با هم دیگه جمع نشن و بقیه افرادی که از سومالی هستن یا افرادی که در حقوق بشری هستن، حقوق انسانی هستن و فلان هستن، بهمان هستن، درست رفتار نکنن، سالهای سال طول خواهد کشید تا این بنده های خدام حق و حقوق خودشون رو پیدا کنن. خوشبختانه، خوشبختانه یک گروهی هستن به نام CARE و این به نام افراد مشاور روابط بین مسلمون ها در امریکا هست که بهش میگن CARE، CARE فکر میکنم باشه، CARE. و اینها بعد از 15 سال میشه فکر میکنم یا بیشتر از 15 سال، تقریبا 20 سال اینا شروع کردن، 2 نفر بودن، بعد یواش یواش گسترش پیدا کردن، گسترش پیدا کردن و تونستن افرادی رو جلب بکنن که برای این گروه کار بکنن و تونستن از همون الگویی که بقیه دارن استفاده میکنن اینها هم استفاده کنن. چطوری؟ اومدن 2 نفر بودن فقط در همین واشنگتن بودن، اومدن به چند نفر دور و بر گفتن آقا ما مثلا $10 لازم داریم تو این مسجد، شما هر کدوم 10 سنت بدین که این $10 ما پر بشه. مردم دادن پر. سال دیگه اومدن گفتن حالا از 2 نفر ما 10 نفریم و ما احتیاج به پول بیشتر داریم، از تجار، از دکترها یا از افرادی که دور بر بودن اعانه گرفتن. سال بعدش اومدن ما 100 نفر شدیم، سال بعد اومدن فلان شد. بعد حالا گفتن که بابا ما نه تنها در واشنگتن شعبه داریم، در کالیفرنیا داریم، در فلوریدا داریم، در این ور داریم، در اون ور داریم، فلان فلان، یعنی هر بخشی رو برای خودش خودکفا کردن که شما بخشی که در فلوریدا هستی دیگه به اینا کاری نداری، میری در محلی که هستی به مردم میگی اعانه بدید و ما این تشکیلات رو داریم اداره میکنیم و این تشکیلات از حق شما دفاع میکنه. همین تشکیلات رفته حالا از حق این خانم هایی که در منسودا مورد چیز قرار گرفتن، تهاجم قرار گرفتن، دارن دفاع میکنن. و فکر کنید بعضی از مطبوعات و بعضی از افرادی که میدونن این افراد CARE یا افرادی که از این افراد دارن پشتیبانی میکنن و دارن کمکشون میکنن، اینها رو برچسب خرابکار دارن بهشون میزنن که این آقا خرابکاره، اون آقا خرابکاره، اینها یه زمانی در یه جایی فلان کار رو کردن، یه زمانی در فلان جا، بدون اینکه هیچ نوع چیزی داشته باشن، دلیلی داشته باشن، یه مدرکی داشته باشن، بدون اینکه مدرکی داشته باشن این برچسب رو میزنن. و خب بالاخره یه روزی خواهد رسید که این CARE میتونه انقدر قوی باشه که کسی که برچسب بهشون زد از طریق قانونی اینو ببره به کیفر برسونه و
حرفی که همیشه امریکایی‌ها زدن این هستش که اگر کسی به ما تعرض کرد، ما با خودش کار نداریم، با جیبش کار داریم، جیبش رو خالی میکنیم تا به غلط کردن بیفته. و حالا اینها مثل که یاد گرفتن این چیزها رو که بتونن یه همچی کارهایی بکنن که اونهایی که به اینها اچاف دارن میکنن از لحاظ قانونی بتونن دنبالشون برن و نذارن این کارا انجام بشه. بعد یک موضوع دیگه هم با اینجا نوشتیم و اون افتادن هواپیمای مسافری روسیه بود در صحنای سینا، صحرای سینا افتاد و این هواپیما از افرادی بودش که برای دید و بازدید و گردشگری به مصر رفته بودن و خوب میدونید که در مصر به علت داشتن آثار تاریخی که 4000 سال 5000 سال ممکنه قدمت داشته باشه و زرق و برقی که به این آثار میدن، تعداد زیادی از مردم دنیا برای گردشگری میرن اونجا که از این مناظر استفاده کنن، عکس بگیرن یا فلان کنن، مهمان کنن. یکی از این هواپیماها وقتی که داشته برمیگشته به روسیه یا بره جای دیگه، تو اون منطقه سقوط میکنه. این حالا 10 روز این شده، فکر میکنم 10 روزه. در این 10 روز تحقیقات کردن این ور اون ور، 1001 جور فلان فلان فلان، یکی گفته این طور شده، یکی گفته اون طور شده، یکی گفته این طور شده. بالاخره آخرین گزارشی که بود گفتن به نظر میاد که در این هواپیمای بمبی چیزی بوده که این هواپیما رو ترکونده. خب حالا ما که نه کاری هستیم، نه سر پیازیم نه ته پیازیم، ما نمیدونیم، ولی انقدری که ما بودیم و شنیدیم، وقتی در یک هواپیما انفجار میشه اینو میتونن بگن که در داخلش بوده یا از خارجش بوده. اینا رو میبرن همه چیزا رو جمع میکنن میذارن یه جا و هم وصل میکنن و از آثار انفجار میدونن که از بیرون یه چیزی بهش خورده یا از تو به بیرون بوده. و در این میون یه گروهی که در اونجا گروه خرابکار آیسس هستن، اونها گفتن که بله ما این کار کردیم. خب حالا این خیلی خیلی مهمه، چیزی که ما میخواییم بگیم. صحرای سینا در یه جایی قرار گرفته که یه طرفش قاصبین سرزمین های فلسطین هستن، یه طرفش مصر هست، یه طرفش اردن هست، بالاش اردن هست و همین دیگه، اردن این ورشه، قاسمین سرزمین فلسطین این ورشه، این پایینش مصر، این ورش هم عربستانه پایینا که اون دریای سرخ هست، مثل که آره بحر احمر. باز دوباره نمیدونم، شماهایی که میدونید، اونهایی که میدونید به ما زنگ بزنید و بگید. انشالله 20 دقیقه وقت داریم به آخر برنامه‌مون که ما بتونیم دقیق بگیم این چیزو. من نقشه جلوم نیست که بگم، ولی از خاطره دارم میگم. اونجا یک چیز کوچیکی هست که بحر احمر میگن، یه جای دیگه هم هست که دو شاخه هست، همون جز بحر احمره که اون دو شاخه هست که از این ورش کانال سوئزه که میرید به مدیترانه میرسید، این شاخه کوچیکش یه جایی میره که بین مصر و قاسمین سرزمین های فلسطین و اردن و عربستانه اون یه تیکش. بله این یه منطقه‌ای هستش که شبان روز تحت نظر هست، یعنی مثل اون کبیر لوت نیستش که خبری باشه، اینجا خیلی خبرها هست. اینه که در شبان روز 24 ساعته تحت نظره، حالا با هواپیما، با ماهواره، با از این هواپیمای بدون سرنشین، با هرچی هست، اینا تحت نظر هستن. هنوز نیومدن یکی بگه که آقا ما دیدیم یا متوجه شدیم با دستگاه‌هایی که داریم این انفجار حاصل شده. همون اولا گفتن که ماهواره در اون زمانی که همچی شده احساس کرده که یک نوری پریده از این هواپیما،
خب حالا ما نمیدونیم. آقای میگه که آمریکا بله من نمیخوام اینو تکرار بکنم، ولی خب 24 ساعته اونی که چشم داره در روی زمین، در هوا، در بالاتر از هوا، در فضا، در دریا، در این ور، در اون ور، خب اینا میدونن و تمام این صحبت ها داره برمیاده به کجا؟ داره برمیاده به اونجا که روسیه تصمیم گرفته با قوای نظامی خودش وارد سوریه بشه و در سوریه تمام اینهایی رو که خودشون رو مخالف دولت دارن قلمداد میکنن، یا این ولی هستن یا اون ولی هستن، با کمک ایران، با کمک بقیه ممالکی که میخوان صلح و صفا اینجا آرامش برگرده، با حزب الله لبنان و بقیه افراد اونجا اینا وارد شدن. خب تا حالا فقط ایران بود و حزب الله بود و همین، ولی خب یک مملکت مثل روسیه که با تمام تجهیزات نظامی اگه برابر با امریکا نباشه کمتر نیست، اونها هم بمب اتمی دارن، اینا هم بمب اتمی دارن، اونا وارد شدن. حالا سوال اینجا میاد که آیا این یه تله‌ای هست برای روسا که بگن این تروریست ها هواپیمای شما رو منفجر کردن، بس با تمام قوا بیایید جلو؟ حالا اگر با تمام قوا اومدن و کلک اینا رو کندن یه چیز، ولی اگر با تمام قوا اومدن جلو و با تمام اسلحه های پیشرفته از طرف دیگه مواجه شدن، حرف شما درسته، حرف شما درسته که اینها میخوان روسیه رو وارد یک برزخی بکنن که راه فرار نداشته باشه، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اون چیزای دورور اونجا دستشون رو بذارن تو پوست گردو، همونطوری که امریکا در عراق شد، همونطوری که امریکا در افغانستان شد. و اینها هنوز چیز نمی کنن، هنوز قبول نمی کنن که یه همچی چیزی شده و اینها شکست خوردن، همه در عراق، همه در افغانستان. و چند روز پیش هم مثل که بوش پدر در خاطرات خودش نوشته که بله این افرادی که به پسرم داشتن نظر می دادن، اینها افراد نالایق و بی تجربه بودن و اطلاعاتی رو که به پسرم دادن اینها همه بی خودی بوده. و اون دوتام که یکیش آقای چینی هست و یکیش هست آقای رامسفیلد، رامسفیلد با اون قیافه حق به جانب خودش اومد گفت بابا از کسی که 90 سال عمر داره چه انتظار داری؟ پیر شده دیگه. به هر حال کسی که باید اینا رو بشنوه شنیده، کسی که باید قضاوت کنه میدونه چه قضاوتی خواهد کرد. تکلیف من و شما این هست که تو تله های اینطوری نیفتیم، تو تله های اینطوری نیفتیم که همه جان و مال و هرچی داریم و بدیم بعد ببینیم این تله بوده. فرق من، شما و بقیه با اون افرادی که اطلاع ندارن این هست که با اطلاعاتی که ما داریم میگیم نه، جنگ به نفع هیچ کس نبوده و ما از جنگ بیزار هستیم و صلح به هر بهایی ما حاضر نیستیم. صلح به هر بها از جنگ بدتره. وقتی که کسی صلح میخواد باید بگه آقا جون ما دیگه حاضر نیستیم، تمام این فشاری که میخواستیم به شما بیاریم یه فلان چیزی به دستمون بیاد، ما دیگه به این نتیجه رسیدیم که نمیتونیم، بس بیاییم با هم کنار بیاییم. و این کنار اومدن هم باز دوباره همین صحنه فرجام برجام هرچی میگن
که بین ایران و بقیه قدرت‌های دنیا امضا شد اونطوری دارن وانمود میکنن که بله ایران رو ما مجبور کردیم که هر چی داشته بده، ولی نمیگن که ایران از اون روز اول گفت بابا ما بمب اتم نمیخوایم بسازیم. اینا هم گفتن خب برای اینکه ما مطمئن بشیم که شما بمب اتم نمیسازی، تمام ابزاری رو که یاد گرفتی ازش آیسوتوپ درست کنی برای مصرف پزشکی، یاد گرفتی ازش چیزایی درست کنی که فلزات رو به درجات بالاتر برسونی، فلزات جدید بتونی اختراع کنی، دو تا چیز رو با هم دیگه قاطی بکنی یه چیز دیگه در بیاد از طریق این چیزهای اتمی، یا بتونی سوخت درست کنی که توی زیردریاییات بذاری. اینو ایران داره میگه که بابا ما داریم یه چیزای کوچیک درست میکنیم که بذاریم تو زیردریایی که این قدرت حرکت بده به این زیردریایی. اینا اومدن گفتن شما میخواید بمب بسازید، ایران هم میگه ما نمیسازیم، نمیخوایم بسازیم. اینا گفتن ها همه اینا رو بعد بدی تا ما قبول کنیم. ایران هم گفته چشم، ما هر چی داریم و میدیم، چون به هیچ وجه نمیخوایم بمب بسازیم. پس بنابراین چطوری شده؟ ایران توافق کرده، جمهوری اسلامی ایران، آقایان روحانی، ظریف و دار و دسته توافق کردن اون بمبی رو که نمیخواستن بسازن نسازن. در مقابلش چی گرفتن؟ در مقابلش امریکا و بقیه قدرت ها ضمانت نکردن، ولی گفتن مطمئن باشید اون حمله ای رو که ما نمیتونیم بکنیم نخواهیم کرد. و این شده نتیجه صحبت های 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله و هنوز مرکبش خوش نشده. این آقای اوباما تحریم یا هرچی بوده یه سال دیگه اون رو تمدید کرده که دل اون آقایی که از قاسبین سرزمین فلسطین اومده در خسروی اونجا هست دل اونو خوش بکنه، و اگه دستش برسه یه سال دیگه که تو ریاست جمهوری هست چند هزار نفر دیگه اونا رو هم بکشه. چرا؟ در زمان ریاست جمهوری آقای اوباما 8000 فلسطینی تا حالا کشته شدن، تعداد زیادی قطعا نوزادهایی بودن، کوچولوها بودن کشته شدن، تعداد زیادی دست و پاشون از بین رفته، چلاق و علیل شدن، و مثل این که کافی نیست و اینها اشتهاشون هنوز بیشتر هست و آقای اوباما با کمال میل داره حرفای اونا رو گوش میکنه و از دهنش در رفت گفت من فقط از تمام رئیس جمهورات تا حالا به شما از همه اینها به هم جمع بکنی بیشتر کمک کردن، مثل این که اینا کمک لازم دارن، تمام پول دنیا دستشونه، چی میخوایید؟ تمام کنگره امریکا دستتونه دیگه، چی میخوایید؟ هی میگید ما میترسیم. از چی میترسید؟ از عواقب کار خودتون دارید میترسید، نه از شخصی که امکان داره در خونتون رو بزنه. شما وقتی که افرادتون تمام مسلح هستن در تمام سرزمین های فلسطین که این قاسبین دارن زندگی میکنن، یه نفر نیست که اسلحه نداشته باشه. بعد که اینجا میگن افراد معمولی ما کشته شدن، در اونجا افراد معمولی وجود نداره، همه مسلحن. هر کسی که چندین سالش میشه باید بره تجربه اسلحه یاد گیره، تیراندازی بکنه، فلان کنه، بهمان کنه، یاد بگیره. و این تازگی ها ما شنیدیم که یه عده زیادی رو از افرادی که در ستادهای ذخیره بودن همه رو خواستن که جلوی این انفجاری که در حال حاضر داره شروع میشه، هر روز یه نفر کشته میشه، هر روز یکی با چاقو میاد، آخه چاقو چیه؟ دارید میایید، یعنی تمام یواش 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 چند تا چیزای کوچولو ما دیدیم در همین
رسانه ها دیدین که جالبه که خود ها اینجا یک چیز کوچولو من بگم که بتونم یعنی بتونم واضح بشه این قضیه. حضرت موسی علیه السلام چند هزار سال پیش از طریق الله سبحانه و تعالی مأمور شدن که افرادی رو که فرعون اسیر کرده بود آزاد کنن. خب اینا آزاد شد. آزاد شدن اومدن. اسحاق چند تا پسر داشته، یکیش اسمش یعقوب بوده. حضرت یعقوب 12 تا پسر داشتن. از این 12 تا پسر یکیشون اسمش یوسف بوده، یکیش اسمش بنیامین بوده یا بنجامین بوده. از این 12 تا پسر 12 تا ریشه شدن، اینها 12 تا قبیله شدن، 12 تا تیر و تایره شدن. همه اینها از حضرت موسی تبعیت میکردن، از توراتی که الله سبحانه و تعالی به حضرت موسی داده بودن تبعیت میکردن، تا اینکه اومدن رسیدن به یه جایی که به اینا وعده داده شده بود که برید اینجا زندگی کنید، و اونم داستان داره که 40 سال گمراه سرگردان شدن چون اطاعت الله رو نکردن، گرد سردن. بالاخره یه جایی رسیدن و همه سرنشین شدن اونجا. بعد از چندین سال اینا به جایی رسیدن که یک شخص دیگه به نام حضرت عیسی اومد که اینا رو یه ذره درستشون کنه، و اینا حضرت عیسی رو به قول خودشون از طریق رومی ها گرفتن یا از طریق هرچی گرفتن، ایشون رو به قول خودشون به قتل رسوندن. البته در قرآن گفته میشه که اینا فکر میکنن این کار رو کردن ولی که نکردن. بعد از تمام اینها در عصر حاضر 120 سال 150 سال پیش یه شخصی در میاد میگه ما طبق تورات، طبق قرآن، طبق تمام کتاب ها ما برگزیده هستیم، و اون ریشه زاینیست یا صهیونیست رو شروع میکنه. و یه عده یهودی در ایران، ما اینا رو بعضی هاشو کلیمی میگفتن، میگن من یهودی نیستم، من کلیمی هستم، یعنی از حضرت موسی دارم اطاعت میکنم، همه اینها رو ریختن توی یک مجموعه و اینها دارن آتیش میزنن همه چیز رو، و بقیه هم به آتیش اینا دارن میسوزن، و رفتن همشون توی فلسطین. یارو میگه از شب تا صبح خوابم نمیبره، واهمه دارم. خب نرو اونجا، مملکت داری، امریکاست اسمش، مملکت داری، روسیه است، مملکت داری، اروپا است، آلمانه، برید اونجا ها اگه چیز نداری. به هر حال وقت ما هم داره تموم میشه و تموم شد. تشکر زیاد از حضور شما در این ضیافت گفتگو. ببخشید که برنامه های ما یک ذره به چیز افتاده بود، دست انداز افتاده بود، ولی الحمدلله رب العالمین مثل که از اتاق اصلی این مسائل حل شده، و انشالله هفته آینده روز دوشنبه خدمتتون میرسیم ساعت 4. امیدوارم که عمری باقی باشه و ما رو اجازه بدید که خدمتتون برسیم. یک دونه تشکر از حضور همه شما. تا هفته آینده، مرحمت هایی زیاد.
جان و تن من پرفهاتر از جنگوهر خاک پاک تو بدن من سرفراز باشی میهن من ای فدایت جان و تن من پرفهاتر از جنگوهر خاک پاک تو بدن من ایران 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 ایران